امروز در بخش چهره ها مهمان ما آقای درویش رسولی هستند که شما با نام و کاراشون آشنا هستین، عضو تیم ملی کرکت افغانستان و لقب بهترین بازیکن لیگ امسال هم از آن خود کردن. آقای رسولی مهمان ما در بخش چهره ها. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. زنده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو مخکې خو اول د بامداد خوش تلیزن لیدونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بسیار خوش آمدین. چهره های خوب کرکت ما، اگر به کرکت برگردیم از راشد آرمان که آرمان همه افغانستان هستند و درخشش خیلی خوب دارن، نبی عیسی خیل و مثل اینا صدها جوان کرکتر دیگه ما که در این سرزمین هستن، و جز از اونا هم آقای رسولی که امروز در کنار ما هستن هستن، و می خواهیم که یک بار خوبتر و بیشتر به زندگیشان آشنا شویم که کی هستن رسولی، از کجا آغاز کردن و درخششان چگونه. بله امل جان، در تایید صحبت ها و ادامه گپایت باید بگویم که هر ورزشکار ما بر مردم یک چهره داره و خصوصا یک تعدادی بعضی از چهره ها را به عنوان الگو بر خود قبول میکنن و میخوان بفهمن که اینا چطور ورزشش رو کردن و چطور زندگی عادی این آدما چی رقم است. که امروز هم همین بخش ما اختصاص داده شده به اینکه ما این چهره ها را بتونیم برای شما بیشتر معرفی کنیم. خب آقای رسولی، در مورد دوران کودکیتان بر ما قصه کنین. شما مکتب کجا خواندین و از اینکه در دوره مکتب چطور یک شخصیتی داشتین و او وقتا هم علاقه به کرکت داشتین؟ وقتی که من کرکت در تلویزیون میدم تیم ملی خود باز امروز بسیار علاقه پیدا کردم و باز ما شوق داشتم کرکت کنم. فامیل ما مرا تشویق میکرد کرکت کنم. کجا زندگی میکردین؟ در کابل زندگی میکردیم. ما 11 سال ما شد که در کابل هستیم. ما همینجا تمرینات هم شروع کردیم. مکتب، از دوره مکتب قصه کنین بر ما؟ دوره مکتب، خب مکتب تاسم فرشت خواندم. بخاطر که نمیشه تمرین های کرکت بسیار سخت بود. صبح 8 بجه میرفتیم تا شام دیگه تمرین میکردیم. به خاطر که با تیم ملی را پیدا کرد. بله درویش، از کجا آغاز کردی؟ از کوچه آغاز کردی؟ از میدان خاکی آغاز کردی؟ با رفقایی که اولین بار شروع کردی کرکت در کجا بود؟ نمی خود کابل شروع کردم. به خاطر که آله یک سال دو سال میشه که میدانای با ما جور شده. بله. پیش از دوتا میدانای نبود که ما از در اوسا تیره میکردیم. بله. درویش جان، شاید خودت هم دیده باشی و به یاد او روزا بفتی که در موتر باشی یک مسیر میری به امی شهر کابل، جوان ها را میبینیم که به گوشه از سرک مثلا کرکت میکنن یا در یک میدان خاکی کرکت میکنن. خودت هم از این جمله کسا بودی؟ چرا نه، ما تقریبا در موتر یک ده دقیقه بود به جای تمرین. بله. ما دیگه ما پای پیاده میرفتیم و پس میامدیم. دیگه هر جایی که میرفتیم مسابقه هم تو پای پیاده میرفتیم و پس میامدیم. دیگه زیاد چیزا بود که سر ما تیر شده. تو کدام وقت شده که یعنی نباین بچه ها خواه همونطور گپ زیاد است که مکتب میمانن، یعنی فرار میکنن. فرار میکنن از مکتب ساعتهای درسی را و میرن به طرف همون کار و شوق علاقه خود، یکی میره و دیدن یک فیلم با رفیقای خود، یعنی این قصه در بین مکتب ها میباشه. تو کدام قصه جالب از خود تامس آقای رسولی که مکتب مانده باشی و بری به تمرین کرکت؟ نه، ما فقط مکتب اگه میخواندیم هم سعی میخواندیم. تا سنفرشت خواندیم دیگه نمیشتیم. چند نمره بودین؟ 30 نمره بودم. علایق بودین دیگه؟ خوب بودیم، خو نمیشه تمرین ها بود. یک چقدر وقت باز به سفر بودیم، مکتب هم دیگه ما از خاطر باز پس آمدیم، بسیار دیگه زحمت و چیزا کار داشت. بله. که به خاطر از اومه کشیدیم دیگه وقت زیاد کار داشت. بله. درویش، اولین باری که را پیدا کردی به تیم ملی رفتی و بازی در کجا بود؟ ما تیم ملی رفتیم، خب متاسفانه مسابقه نکردیم. خلاف بنگلادش که در رمضان بود دیگه با ما چانس پیدا نکردیم به خاطر که سه مسابقه بود. با سپری کردن کدام مرحله تونستی که خودت بری به لیگ و به تیم راه پیدا بود؟ به خاطر که امیال هم خیلی جوان ها علاقه مند هستن که بتونن به تیم ملی راه پیدا کنن، اما همون طریقیش حیات ندارن. چی رقم که یک کس بتونه به تیم ملی راه پیدا کنه؟ دیگه کوشش کنه، زحمت بکشه و چیزایی که در جانش خامی است او را جور کنه و زود بسازه، دیگه میتونه به آسانی بره. خودتون چه قسم راه پیدا کردین؟ من خب دو سال تقریبا 6 سال میشه کرکت میکنم. چه 3 سال تقریبا
کرکت داخلی کردم. دو سالم در تیم 19 سال بودم بلی. که با سفرا بودم. حالا امسال است که هم در تیم ملی را پیدا کردم. بله، و بازی هایی که داشتین از لیگا صحبت کردین، کدام لیگ براتون زیاد جالب بود و زیاد پرخاطره بود؟ لیگ خو از لیگ خودم ما بسیار خوب بود، به خاطر که در دیگر لیگ ها ما ساتیری هم نکردیم. بله. و در دنیا امید اولترین لیگ بود که ما داشت ساتیری کردیم. و در مورد خانواده تان بر ما بگوین، چند نفر هستین در خانواده؟ دیگه کس هم علاقه داره به کرکت در خانه؟ ما 13 نفر هستیم فامیل و بیادر، 4 تا بیادر هستیم، 5 خواهر و 3 بیادر دیگه کس از بکلان است. و ورزش او هم کرکت کرده، در پاکستان کرده، وقت ما پاکستان بودیم و هم همونطور لایق بودن دیگه. بعد از امام شروع کردم باز و کاربار شروع کردم. بله، حال بازی نمیکنن کرکت؟ نه، حال بازی نمیکنن. حال تک برادرشون قهرمان است، خانه قهرمان دارن دیگه. والا دیگه همونطور بود، به خاطر که تابستان ایجا می بودیم. بله. و آزمستان در پاکستان می بودیم. در بیچون برای یک بازی کنه که کرکت بازی میکنه، وسایلی که نیاز است کدام وسایل است؟ چی ضرورت است برش؟ میشه بگوین مثلا از لباس شروع؟ از لباسش یا بله. از چیزش؟ همه چیزی یک ورزشکار کرکتر مثلا چی داشته باشه؟ خب مربوط چیز از دیگه، اگر بیرسمن باشه دیگه باید پیدایش باشه، تای پیدایش باشه، گلابزایش باشه، به هلمتش باشه دیگه، زیاد چیز هست. و اگر بالر باشه فقط او پیش از او بال می باشه. خودت در بالری زیاد خود راحت احساس میکنی یا بخشای دیگه ای کرکت؟ نه، ما خود برسمین هستم، در بیتینگ هستم. خب. و طرفدار و علاقمند کدام چهره ورزشی دیگه هستین؟ در داخل افغانستان ما که هست محمد نبی است که بسیار زیاد خوش دارم. و بیرونی که هست او در تیم ایندیا سرید شرما، او را زیاد خوش دارم. بله. درویش، بلندترین نمره که در یک مسابقه خودت داشتی و برای افغانستان جور کردی کدام لیگ بود؟ چند بود نمره تا؟ لیگ مسابقه جام جهانی را میگی یا از داخلی را؟ داخلی و بیرونی مثلا. داخلی خب در فاست کلاس ما برش میگیم. مسابقه 4 روزه می باشه، در او 249 کردم، در او هم رن اوت شدم. و در بیرونی هم 105 کردم خلاف UAE که خلاف امارات، در او هم 105 کردم نت اوت. خب بر علاوه از اینکه یک زمانی کرکت علاقه تان بود و حالا به نحوی تبدیل شده به شغلتان، دیگه سرگرمی و تفریحتان چی است بر علاوه کرکت؟ کرکت خودش یک وظیفه کلانی است، به خاطر که صبحش به زمین برویم و شام خانه میریم. دو دیگه بیتینگ میکنیم، فیلدینگ است، جیم است، او بازی است، بسیار چیزایی است که دویش است و چیز است دیگه. الان هم 4-5 بجه دیگر فارغ شدیم. او وقت هم که دیگه بله. خانه میرین المان دیگه استراحت میکنه. شام می باشه دیگه، نان و نماز میخوانیم خواه میشه. دروی جان، علاقه داره هر کسی که یک مثلا یک ورزشکار که علاقه مندش هست دوستش داره ببینیش، او را در شهر بازار ببینه. خودت هم مثلا هموطنهای ما که در شهر بازار میبینن با درویش رسولی چگونه برخورد میکنن؟ و خودت هم از جمله کسایی هستین که همیشه خوشی بر مردم هدیه دادین. بسیار برخورد میکنم، به خاطر که هر جا که ما را میبینن، سر سرک باشه، در موتر باشه، میگه عکس بگیر. باز عکس زیاد میگیرن مردم. بله. شهر بازار هم میری؟ آه میرم یکانا. بر خاطر خرید خودت؟ آه میرم. و گفتی که بعد از اینکه در طول روز تمرین تمام میشه خانه میرین، در خانه یکان دفعه آشپزی میکنین؟ به کدام غذای مورد علاقه تان چی است؟ نه، من آشپزی نمیکنم. خب این اگه آشپزی بکنی مثلا چی را خوب پخته کرده میتونی؟ من چیزی یاد ندارم، بیدین از تخم تخم پخته کرده میتونم. و چی را زیاد خوش دارین در غذا؟ منتو را زیاد خوش دارم. منتو را و هر بعد کسی که پرسان بکنی، خصوصا جوانا را بچه را، باز میگم این چپس تخم ما خوب پخته کرده میتونم. اما این چپس تخم هم یک مهارت کار داره واقعا. گاهی وقتا شده که سوخته باشه از پیشت همین تخمی که خودت بخوره. نه، نه سوخته، بخاطر که خوش دارم تخمم. خب خودم صحیح پخته میکنم. خیر، خام مونده دیگه. نه سوخته، خام مونده. رفیقای بسیار نزدیک درویش رسولی کی هست و کتشان زیاد که خود راحت احساس میکنه درویش؟ در تیم؟ در تیم، بیرون از تیم و بیرون از فضای کاریتان، بیرون از فضای تمرینیتان، رفیقای بسیار نزدیکت کی هستن؟ رفیقا ها آدم تیم می باشد، کرکت، بچه های کرکت از داخلی است، یک بیرونی است دیگه، کلش خوب است همراه ما.
بیا یک خاطره جالبشان هم از کرکت و از بازیایی که داشتن میخواین در پایان هم بشنویم که کدام خاطره برشان خیلی شیرین بود که خواستن در کتابچه خاطرات خود حک بکنن. خاطره جالبت که در برات اتفاق افتاده باشه در این 5 سال 6 سالی که در تیم بازی میکنی. کردین کرکت کردین. خاطره جالب درباره کرکت بگید. درباره کرکت باشه. در جریان مسابقات تان اگر کدام خاطره باشه، در جریان تمرینات تان. از سفر قصه میکنم. قصه کنین. سفر ما میرفتیم دفعه اول ما بود. به نام تمیم سخرودی یک بچه بودم به ما. دیگه به سفر میرفتیم و در تیاره سفر نکده بود. دیگه وقتی که در تیاره بالا شدیم تیکت نمبر از 32 بود. پیش سر بود سیتش. و مربی ما پیششته بود. دیگه که تاز بسیار زیاد علاقه داشت. دیگه امرای از او آمد در پالوی از او چوکی خالی بود امرای از او ششت. دیگه یک وقت و مربی ما فکرش شد که سیت ازی خوب پیش سر است. برازی گفت که سیت تو خوب پیش سر است. میگه جی سای برا بان این همی چوکی خالی بود ما همی جا ششتم. و برش گفت بخی خو جلال آباد نیست که ارزی بشینی گفت در پیش سر بشی. میگه او را که راحیات میکنه. بسیار تشکر درویش رسولی، موفق باشین. تشکر. و امیدوار هستم که درخشش خوبتر از حال داشته باشید. شکر. بسیار تشکر. بله، وقفه میگیریم و بعد از وقفه با شما خواهیم بود. بله.